با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز کانال با یک ویدیو جدید دیگه در مورد گرامر زبان فرانسه خدمتتون رسیدیم توی این ویدیو قصد داریم با همدیگه در مورد لو پارتیسیپ صحبت کنیم اگه برای اولین بار هست که از این کانال دیدن میکنید لطفاً توی کانال عضو بشید تا ویدیوهای بعدی ما رو هم با اولویت دریافت کنید احتمالا همه شما در مورد پخت پسه زیاد شنیدید مخصوصا برای صرف پسه کمپوزه یکی از اعضای اصلی که ما بهش نیاز داریم پخت پسه هستش ولی که این درس ما قصد داریم در مورد پخت خزون صحبت کنیم اول میخوایم ببینیم که پخت سیب چجوری درست میشه برای درست کردن پخت خزون باید صرف فعل رو در زمان حال بلد باشیم فعل رو صرف میکنیم تا میرسیم به اول شخص جمع به نو وقتی که رسیدیم ONS آخر فعل رو حذف میکنیم و بهش آنت اضافه میکنیم یعنی آنت رو جایگزین او می اسم میکنیم این میشه پختسی پرزون برای مثال فعل پغله میگیم جو پغل تو پرل ایل پارل. نو پرلون او رو حصف میکنیم به جاش میذاریم میشه پرلان پرلان یا برای فعل فینیخ میگیم نو فینیسون او رو حصف میکنیم آنت میذاریم به میشه فینیسان احتمالا شما هم تا حالا عادت کردین که برای هر قاعده و قانونی که ما میگیم استثناءاتی هم هست. اینجا هم به همین ترتیب ما سه تا داریم. اتر میشه اتان اتان اوار میشه ایان ایان سوار میشه سشان سشان خب این از ساختنش از ساختارش حالا میخوایم در مورد کاربردش صحبت کنیم یکی از اصلی ترین کاربرد های پرزون توی ساختن ژقوندیف هستش حالا مشکل دوتا شد میگین ژقوندیف چی هستش خیلی ساده اگه به اول پختسی پرزون یه اون اضافه کنیم میشه ژقوندیف آن به اضافه پختسی پرزون خب پختسی پرزون رو یاد گرفتیم یه اولی که آن بذاریم میشه ژقوندیف برای اینکه بدونیم کاربرد های ژقوندیف چی هستش با همدیگه چند مثال میبینیم Elle marche en écoutant de la musique. Elle marche en écoutant de la musique. اون خانوم راه میره، elle marche en écoutant. در حالی که گوش میده دو la خب اینجا میبینیم سوژمون دو تا کار انجام میده. یکی راه میره، یکی موزیک گوش میده. و مهم اینه که این دو کار همزمان هستش. یعنی همزمان که داره راه میره موزیک هم گوش میده پس این شد کاربرد یکی از اصلی ترین کاربرد های جغاندیف. همزمانی دو فعل رو با هم دیگه ما میتونیم به وسیله جغندیف نشون بدیم ما میتونیم این جمله رو جدا جدا هم بگیم میگیم ال الکوت ال کوت موزیک ولی اون موقع ما مطمئن نیستیم که این دوتا همزمان هستن ولی وقتی میگیم ال آن کوتان یعنی مطمئنیم که این دو تا فعل با همدیگه همزمان انجام میگیرن یا توی این یکی مثال آندینان جوگرد لطل در حالی که دارم شام میخورم تلویزیون میبینم اینجا میبینیم که جغاندیف اول جمله اومده فرقی نداره میتونیم این کار رو انجام بدیم دینان، در حالی که دارم شام میخورم البته اینو بگم تو بعضی از جاها مثل سوئیس یا بعضی نقاطی که دینه نهار هم میشه در حالی که دارم شام میخورم من تلویزیون میبینم شام خوردن و تلویزیون دیدن همزمان انجام میگیره فائل هر دو تا کار یه نفر هستش این خیلی مهم هستش برای اینکه ژقوندیف رو به کار ببریم حتما باید فاعل یا سوژه هر دو تا فعل یکی باشه نو مارشون ان ما در حالی که راه میریم قدم میزنیم رؤیا پردازی میکنیم رؤیا میبینیم همزمان که یعنی همزمان که ما داریم راه میریم رؤیا هم میبینیم تو, تو عالم رؤیا هستیم البته جغوندی فقط برای همزمانی نیستش هرچند همیشه یه نکته از همزمانی توش هست ولی بعضی وقتها میگیم نحوه انجام دادن رو هم میرسونه برای مثال المگری آن دوسپخت پس کمپوز است اون خانم لاغر شد چجوری لاغر شد به وسیله در حالی که ورزش انجام میداد یعنی با انجام دادن ورزش اینجا حالت رو نشون میده همزمانی باز هم هستش ولی تاکید روی همزمانی نیست بیشتر روی منیق هستش روی حالت و چگونگی اتفاق افتادن این اتفاق اول یا یعنی یه مثال دیگه از این گروه نو پروگرسون آن بوکو ما پیشرفت میکنیم چجوری پیشرفت میکنیم آن تراویان بوکو اگه زیاد کار کنیم باز کار کردن زیاد ما پیشرفت میکنیم J'apprends le français en parlant avec des francophones. J'apprends le français en parlant avec des francophones. من فرانسه رو یاد میگیرم چجوری یاد میگیرم با صحبت کردن با فرانسوی زبان ها ژاپون لو فرانسه ان پارلان فرانکوفون پس تو این سری مثال ها علاوه بر اینکه همزمان رو نشون میده بیشتر تاکید بر نحوه انجام داد و چگونگی انجام دادن فعل هستش پارتی پرزون خودش به تنهایی هم توی جمله میاد یه مثال هم در این حالت بزنیم برای مثال مثلا میگیم پرونون سون <applause> امپرمیابل ایل پختی پرونون سون امپرمیابل ایل پختی <applause> اینجا دیگه جغندیف نیستش چون آن اولش نداره پخت پرزنت تنها هستش میگیم بعد اینکه به حساب بارونیشو رو ورداشت رفت جغان کنتر آن انگلی پغلان پخفت مول فرانسه من اگه انگلیسی رو ملاقات کردم که فرانسوی رو عالی صحبت میکرد خب اینجا میبینیم که فائل غانکونتخه و فاعل صحبت کردن یکی نیست سوژه غانکونتخه من هستم سوژه کسی که صحبت میکرد اون آقای انگلیسی هستش توی جمله اول میبینیم که فائل دوتا جمله یکی هستش فاعل دوتا عمل هم کسی که رفته هم کسی که بارون رو ورداشته ولی تو جمله دوم سوژه متفاوت هسته سوژه فعل غانکونتخه من هستم سوژه فعل پغلان اون آقای انگلیسی هستش Ayant peur de rentrer seul, elle lui چون می ترسید که تنها برگرده از اون خواست که همراهیش کنه. اگه دقت کنین تو هر کدوم از این جمله ها پختی یک معنی متفاوتی داره. اینجا مثلا میگیم بعد از اینکه بارونیش رو برداشت اینجا میگیم یک انگلیسی که به خوبی صحبت میکرد انگار داریم توصیفش میکنیم اون مرد رو و توی این یکی جمله داره دلیل رو میاره چرا ازش خواست که همراهش کنه چون میترسید تنها برگرده نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشیم فقط در همین حد بدونین که کاربردهای های پخسی خودش به تنهایی به کار میره به مفاهیم مختلف به شکل جقوندیف به کار میره دوتا کاربرد اصلیش رو خدمتون گفتیم یکی همزمانی دو فعل که تاکید کنیم دیگری توضیح دادن حالت و چگونگی اتفاق افتادن فعل حالا برای اینکه موضوع برامون بیشتر روشن بشه با هم دیگه یک تمرین انجام میدیم این جمله رو میخونیم je vois mon ami en par l'escalier حالا همین جمله رو اینجا گفتیم en اینجا میگیم دساندان. je vois mon ami descendant par l'escalier به نظر شما تفاوت این دو تا جمله چی هستش احتمالا میریم توی گوگل ترانسلیت اینا رو ترانسلیت میکنیم هر دو تا جمله رو همسین جوابی بهمون به میده دوستم را میبینم که از پله ها پایین میآید دوستم را میبینم که از پله ها پایین میآید هیچ فرقی ندارم با هم دیگه ولی واقعیت اینه که خیلی با همدیگه متفاوت هستن اینجا اگه یادتون باشه گفتیم که وقتی که ما جراندیف میاریم حتما سوژه یا فاعل هر دو تا فعل هر دو تا اکسیون یکی هستش یعنی اونی که کار دیدن رو انجام داده و کسی که کار پایین اومدن رو انجام داده یکی هستش یعنی من میبینم دوستم را در حالی که از پله ها دارم میام پایین یعنی منم که دارم از پله ها میام پایین و دوستم رو میبینم ولی تو یکی جمله قضیه متفاوته میگیم جووا مونمی دساندان پاغلسکلیه من دوستم رو میبینم در حالی که دوستم داره از پله ها میاد پایین اینجا منمی هستش که از پله ها میاد پایین تا یادم نرفته یک نکته رو یادآوری کنم اونم این که جغندیف بیشتر کاربردش توی گفتار هستش و توی گفتار کاربرد داره ولی پختی پسه تنهایی معمولا توی گفتار نمیاد بیشتر توی نوشتن هستش توی این ویدیو قصد داریم در مورد یکی از وجوه فعلی خیلی مهم توی زبان فرانسه با شما صحبت کنیم لو چیزی شبیه به وقت التزامی توی زبان فارسی هستش ولی واقعیت اینه که خیلی گسترده تر هستش و نمیشه اونها رو دقیقا معادل همدیگه در نظر گرفت تقریبا میشه گفت مبحث این ویدیو خارج از برنامه درسیمون هستش ولی خب با توجه به اینکه یکی از وجوه اصلی زبان هستش حیف اومد که توی دورمون نباشه لذا دوستانی که سطحشون مقدماتی هستش مقدماتی و یا متوسط به پایین این ویدیو برای اونها مناسب نیستش این ویدیو بیشتر مناسب کسایی هستش که سطح متوسط و به بالا دارن با همدیگه یه بار وجوه فعل یا همون وجوه دستوری رو مرور میکنیم وجه اندیکاتیو یا همون اخباری توی هشت تا زمان صرف میشه که شامل زمان حال، گذشته ساده گذشته استمراری گذشته دور یا ماضی بعید آینده ساده پس سمپل پس انتقیق و فتوق انتقیق هستش این دو مورد پس سمپل و پس انتقیق بیشتر توی ادبیات کاربرد دارن توی گفتار نمیاد به همین خاطر ما اونا رو کار نکردیم فتوق انتقیق هم کاربرد خیلی زیادی نداره و تا حالا اون رو کار نکردیم اونایی که سبز هستن کار کردیم اونایی که قرمز هستن رو کار نکردیم وقت مهم دیگه فعل وقت به حساب شرطی هستش کندیشنل که کندیشنل پرزنت رو با هم دیگه کار کردیم ولی کندیشنل پسر رو کار نکردیم وقت بعدی فعل وقت امری هستش که اون رو هم ما امری حاضر رو حال حاضر رو کار کردیم امری پسر رو کار نکردیم به همون ترتیب یک وجه هم که مستر هستش انفینیتیو که همه فعلا مستر دارن تنها وسی که تا حالا اصلا کار نکردیم وجه سوبژونکتیو هستش که گفتم معادل تقریبا وجه التزامی توی زبان فارسی هستش این وجه هم توی چهار زمان تو زبان فرانسه صرف میشه پرزون که امروز کار میکنیم پسه این دوتا توی گفتار و نوشتار کاربرد دارن ولی دوتای بعدی یعنی سوبژونکتیو امپخفه و سوبژونکتیو پلوس مثل پس سمپلو و پس انتریور بیشتر توی نوشتن کار بردارن و خیلی به ندرت توی گفتار به کار میرن با این توصیف وارد درس امروز میشیم که همون سوبژونکتیو پخزونت هست برای مثال اینجا فعل امه رو میبینیم که توی زمان سوبژونکتیو پخزونت صرف شده که جم که تو ام که نوزمیان که کیلزم شکلش رو داشته باشین تا با هم دیگه وارد جزئیات بشیم با هم دیگه دیدیم که قبل از تمام زمایر فایلی یه که داشتیم که بود بعد سوژه و بعد فعلمون توی زمان سبجنکتیف این ساختار کلی سبجنکتیف هستش حالا خود سبجنکتیف رو چجوری صرف کنیم مثل همه فعلای دیگه یه رادیکال داره یه سری ترمینزون اول ببینیم رادیکال رو چجوری بخوایم تولید کنیم برای مثال توی گروه اول مثلا فعل پغله رو میاریم میایم صرفش میکنیم توی بخش جمع نو پغلون و پغله ایل ال پغل خب بخش قرمز ترمینزون های زمان حال هستن این بخش رادیکاله رادیکال توی هر سه شخص جمع یکیه پس میاییم سوم شخص رو برای همه انتخاب میکنیم پغل توی اکثر فعل های گروه اول داستان همینه برای مثال توی گروه دوم اگه فعل فینیق رو داشته باشیم صرفش میکنیم نو فینیسون و فینیسه ایل فینیس ال فینیس باز اینجا میبینیم که رادیکال هر ستا یکی هستش پس سوم شخص زم رو به نمایندگی انتخاب میکنیم فینیس میشه رادیکال برای سوبژنکتیو تا حالا قضیه ساده بود یه نکته کوچیک داره برای مثال مثلا فعل هایی که با ایه ختم میشن تو گروه سوم ونیخ میگیم نو ونون وو ایل ال ویان خب اینجا میبینیم که رادیکال نو و وو با رادیکال ایل و ال متفاوته اینجا چی کار میکنیم؟ رادیکال نو و وو رو برای خودشون نگه میداریم رادیکال سوم شخص جمع رو برای بقیه به کار میبریم یعنی اینجا فعلمون دو تا رادیکال داره به عبارتی رادیکال نو و, و متفاوت از بقیه خواهد شد وین میشه مال همه و وون وون میشه مال وو و نو یه مثال دیگه هم از گروه سوم بزنیم فعل هایی که به اقعا ختم میشن مثل بواغ میبینیم که میشه نو بوی وون وو بوو و ایل ال بواغ میبینیم که رادیکال ها متفاوته نو و وو رو برای خودشون نگه میداریم رادیکال سوم شخص رو برای بقیه به کار میبریم پس تا اینجا رادیکال رو برای همه فعلا به این ترتیب میتونیم تولید کنیم ترمینزون ها هم راحته به این ترتیب اگه دقت کنید میبینیم برای ژ تو ایل ال اون و ایل و ال که از لحاظ رادیکال مثل هم عمل میکنن ترمینزون ها هم مال زمان حال هستش ترمینزون های زمان حال رو به کار میبریم ولی برای نو و وو های امپخفه ای او ان اس، ای او حالا که هم ترمینزون ها رو میدونیم و هم میتونیم ریشه رو تولید کنیم رادیکال رو میاییم پاغله رو صرف میکنیم که جو پارل که تو پارل کیل پارل که نو که وو پارلیه کیل پارل میبینیم که سه شخص مفرد و سوم شخص جمع دقیقا با زمان حال یکی است و فقط نو و وو هست که متفاوته لذا توی خیلی از فعلها کالمون راحت هستش و تقریبا همون زمان حال رو تلفظ میکنیم ولی خب مثل همیشه یک سری فعلهای بیقاعده داریم که برای تولید رادیکال از این قاعده که گفتیم تبعیت نمیکنن مهمتریناشون رو من آوردم براتون اتخ میشه سوا توی نو و وو این ای تبدیل به ایگرگ میشه اوار میشه ا باز توی نو و وو این ای تبدیل به ایگرگ میشه فر میشه فس برای همشون یکیه سوار میشه سش برای همه یکیه پووار میشه پیس ولوار دو ریشه برای سارتا وی برای نو و وو ول ول باز دو ریشه وی و برای نو وو ول ال, ال دو ریشه ای برای چهارتا و برای نو وو ال پلو که فقط برای سوم شخص مفرد صرف میشه میشه کل پلوز هم که فقط برای سوم شخص مفرد صرف میشه و میشه فای. اینا مهمترین ها هامون توی تولید رادیکال هستن حالا با هم دیگه سنت از های مهم رو صرف میکنیم اولش ات خستش که که تو کیل کل کن soit دقت کنید که حتی دنباله ها هم از قاعده تربیت نمی کنن که نو که کل کل اینجا میبینیم این y از کجا اومده یه سوا خودش یه ای داره یه ای او هم یه ای داره دو تا ای بغل هم شدن ایگره سوایون سوایه پس میشه گفت این ستا برای ترمینزون از قاعده تبعیت کردن ای او ای او زد او این فعل بعدیمون اواخ هستش کج کتو ا کیل کل کن ای que nous ayons, اینجا هم همون داستان ای دوتا ای هستش که اومده اینجا تبدیل به ایگرگ شده سوم شخص مفرد خیلی بهش دقت کنید اینم از قاعده تبعیت نکرده بقیه از قاعده تبعیت کردن ولی این یکی ت گرفته بایستی توی صرف فعل تو نوشتن مواظبش باشید یه فعل مهم دیگه عله هستش رفتن

خب این از ساختار فعل فعل رو چجوری میسازیم تقریبا نکات مهمش رو گفتم خدمتتون لازم هست که یکی دو بار ویدیو رو ببینید تمرین کنید نکته خیلی زیادی نداره واقعیت چالش اصلی توی کاربردش هست واقعا کاربردش خیلی متفاوت هستش و چون معادلش رو ما توی زبان فارسی یا زبانهای سمت خودمون کمتر داریم یه خورده کاربردش برای ما سخت هستش Subjunctive رو معمولا توی زبان فرانسه برای وقتی به کار میبرند که مثلا در مورد یک چیزی شک داریم دوت وقتی که میخوایم احساساتمون رو بیان کنیم در مورد یک چیزی وقتی که میخوایم نشون بدیم که یک چیزی رو میخوایم ولونته وقتی که میخوایم احتمال وقوع یک چیزی رو بیان کنیم پسیبیلیته وقتی که میخوایم ضرورت یک چیزی رو بیان کنیم نسسیته وقتی میخوایم که الزام یک چیزی رو نشون بدیم اوبلیگاسیون که این زر... انجام بشه ما مجبوریم این کار رو انجام بدیم وقتی که میخوایم بگیم یه چیزی ممنوع هستش Interdiction وقتی که میخوایم یک پیشنهادی بدیم یک نظری رو اعلام کنیم یک مشورتی بدیم کنسی و یا وقتی که میخوایم یک چیزی رو قضاوت کنیم توی همه این حالات میتونیم از Subjunctive استفاده کنیم یک نکته دیگه ای که داریم همیشه قبل از اینکه فعل رو به کار ببریم که داریم البته بودن که الزاما دلیل بر وجود سوبژونکتیو نیست ولی اگه سوبژونکتیو داشته باشیم حتما قبلش که داریم و یک نکته مهم این که توی جملهمون همیشه دو تا فعل هست و دو سوژه متفاوت یعنی چی یعنی همیشه یه فعلمون و یه سوژهمون اونی هست که این احساسات رو بیان میکنه که شک داره و سوژه دیگهمون اون سوژه ای هستش که ما این احساس رو در موردش داریم نباید این دوتا تا فاعل این دوتا تا سوژه یکی باشن با چند تا مثال این رو بیشتر روشن میکنیم il faut que tu ailles à la cérémonie il faut que tu ailles à la cérémonie میبینیم که اولین سوژمون ایل هستش il faut فعل اولمون فو il faut که رو داریم تو ای الاسقمونی یک ضرورت رو بیان میکنیم دو تا سوژه داریم که داریم دو تا سوژه از همدیگه متفاوت هستن پس بعدش فعل به صورت سبجنکتیو میاد il faut que tu فعل اله هستش بایستی که تو به مراسم بری بایستی که تو به سرمونی بری به جشن بری کل یه خواستنی هست ولنتهی هست من فاعل جمله اول من میخوام که که رو داریم ال اون خانوم سوالا دوما اونجا باشه فردا دو تا سوژه داریم سوژه ها از هم دیگه متفاوتن فعل به صورت سوبجنکتیو میاد من میل دارم من میخوام که اون فردا اونجا باشه ایله پویسه که و این مهم هستش که شما بتونید اونجا باشید باز اینجا میبینیم اهمیت رو میرسونه که داریم دو تا فائل داریم که با هم دیگه متفاوتن پویسیه فعل پوواخ هستش که توی سبجنگتیف صرف شده یا این یکی مثال ایل نسسر که تو تون اگزما ایل نسسر که تو این ضرورت داره که تو مرور کنی امتحانت رو. اینجا هم باز فعل غویزه به صورت سبجونکتیف صرف شده. در مورد کاربردش خیلی نگران نباشید فقط خیلی گوش کنید. وقتی که توی جمله ها شما شنیدید شناختید سعی کنید هر کجا که کد شنیدید حساس بشید ببینید بعدش فعل رو چجوری به کار میبرن. این خیلی مهمه توی یاد گرفتنتون که زیاد گوش کنید. توی آخر یه نکته دیگه هم میخوام بهتون بگم و اون اینکه بعضی فعل ها مثل تروکو، پانسکو، خواه کو اینا با بعدشون هستن که کو دارن ولی بعدشون فعل به صورت سبجنتیف صرف نمیشه مثلا میگیم جپانس کلویان دوما من فکر میکنم که اون فردا میاد حالا چون یه حالتی است که شک خیلی کمتره و بیشتر به یقین نزدیکه من فکر میکنم که اون فردا میاد اینجا به صورت سبجنتیف صرف نمیشه در زمان حال صرف میشه ولی اگه به صورت منفی باشه یعنی مثلا بگی من فکر نمیکنم که اون بیاد اون موقع به صورت سوبجونکتیو سر میشه میگیم je ne pense pas qu'il vienne demain je ne pense من فکر نمی کنم که اون فردا بیاد اولی میگه من فکر می کنم که اون فردا میاد دوم میگه من فکر نمی کنم که فردا بیاد توی اولی فعل ونیخ توی زمان حال صرف شده توی دومی فعل ونیخ توی سوبجونکتیو صرف شده و همچنین بعد از فعل اسپره اسپره کو باز نداریم بیشتر به صورت آینده صرف میشه فعل من آرزو دارم که آرزو میکنم که جسپر کیل همون جمله بالا رو اومدیم صرف کردیم میگیم من آرزو میکنم که اون فردا بیاید خواهد آمد حالا یه چیزی تو این مایه ها توی زمان آینده جسپر کیل راستش مطالب خیلی خیلی راحت نیستش لازم هست که ویدیو رو یکی دو بار ببینید و همچنین زیاد تمرین کنید. امیدوارم که مطالب ویدیو براتون مفید بوده باشه ازش استفاده لازم رو ببرید. لطفا اگه فکر میکنید که این ویدیوها براتون مفید هستش اونا رو لایک کنید با دوستانتون که به یادگیری زبان فرانسه علاقمند هستند هستن به اشتراک بذارید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.